در ادامه گزارش هایی که قرار روند بازسازی روستاهای زلزله‌زده استان کرمانشاه را به تصویر بکشیم، این هفته به روستای زلرش از سواب بخش مرکزی شهرستان سرپل ذهاب اومدیم. شمال شهرستان سرپل ذهاب، روستایی که در همسایگی آبشار پیران واقع شده، مردمانش بعد از گذشت 40 روز از زلزله از آخرین وضعیت روستایشان میگویند. روستایی که 100% تخریب شده. 37 خانوار کایمه روستا کلن تخریبیه، یعنی یک مال سالم نمینه که بشنته بخفل بنیشن. مهمترین مشکل ما اینجا یکی مشکل آب آشامیدنی، یکی سرویس های بهداشتی، یکی امکانات که به حساب همین فصل سرما و یخبندانی که به حساب ما زیر چادر الان به حساب نمیتونیم. چند تا سکونجا چجوری ساخته شده؟ حال هوش 5-6 تا 5-6 تا بیشتر نساختن. کانکس و پیمان نیانا دستوی نظام سرویس بهداشتی یعنی من تکمیل نیه. کار اسکان موقت در این روستا فقط در حد ساخت چند سکو محدود شده. هنوز هیچ کس در فکر کانکسی برای بچه های خورسال نبوده، هیچ فکری نکرده. شبل خیلی سرده خود به خدا، حتی یه دانه هیتر که نیه کار یا یه چراغ والوری که روشن که هیچ جوابگونیه لناوی چادره اصلا. امرا یه ارگان دولتی ناتله من فرسی گرفتاری تنشستم چی دی جو را جاقا بشوی ما خومتیم سر خشیکی. مسیر بعدی ما روستای نافره، روستایی که در حوالی ارتفاعات پیران قرار گرفته. خانه هامان 100% تخریب شده. 76 خانوار، نزدیک به 270 نفر جمعیت دارد. آهنگ عمران و آبادانی در این روستا کمی متفاوت تر از روستاهای دیگر است، چرا که پیکنی ساختمان ها آغاز شده. کارمون کار آلموتور بندیه، ضد زلزله است. اینا طبق نقشه که مهندس ناظر رو این بنیاد مسکن دریافت کردیم، طبق اون نقشه کار میکنه. کارمون اینجا اجرای نوسازی واحد های مسکونی چستری که ستاد بازسازی معین همدان انجام میشه. کار اسکان موقت در این روستا تقریبا به پایان رسیده. اینجا حدودا 90-90 خورده از نظر اسکان موقت که همون کانکس میشه به قول معروف خدمت رسانی کردن به مردم. الان کانکس رسانی بدن دیر راحتین؟ اولا راحتیم، در دولتی خدا و ملت و دولت. این روستا را با چهره امیدوار آقای کرمی ترک میکنیم. مقاوم سازی شده و ضد زلزله و از نظر زلزله دیگه خیال ما راحته. روستای آخر قورچی باچی نام دارد، آنجایی که مردمانش گذران زندگیشان از طریق دام پروری است. اما بعد از زلزله دامداری لگشت واقعا نانم مزیقه و هی جایگه نینا را پس و را دامداری. گلایه‌مندی اهالی این روستا از نبود سرویس های بهداشتی و حمام. ایمان نزدیک یه تقریبا 40 روز است نه کانس که نه سرویس بهداشتی. گشت منالان لور سرمک شده لرزیدن خدا شاهده گشن نه چادر. روستای خوشبازی 67 خانوار دیدیم، 50% تقریبا تخریبیه. شبهای سرد مناطق زلزله زده را این چادرهای نایلون کشیده جواب نمی دهد. هفته آینده برای تهیه گزارش به روستاهای دهکهنه، بیامه و شیخ حسن خواهیم آمد. اشکان باجلانی، خبرگزاری صدا و سیما، سرپل ذهاب.